سلام، به آموزش امروز من خوش اومدین. در این قسمت به مناسبت شب یلدا بافت زیرلیوانی انار رو آموزش میدم. اگه اولین باره که یکی از آموزش‌های من رو تماشا میکنید و به قلابافی علاقه داریم، یادتون نره حتما دکمه دنبال کردن رو بزنید تا از آموزش‌های بعدیم با خبر بشین. تمام مراحل بافت رو کامل توضیح میدم، پس حتی اگه قلابافی رو تازه شروع کردین میتونید این زیرلیوانی رو با من ببافین. وسایل مورد نیاز: قیچی، سوزن مخصوص کانوا، سایز قلابم 3.5 میلیمتره که متناسب با کانوایی که ازش استفاده میکنم. خب بریم سراغ بافت این زیرلیوانی. یک حلقه جادویی میزنم، نخ رو به این صورت دور انگشتام میپیچونم و به سمت پشت میبرم. قلاب رو از زیر حلقه اول رد میکنم، حلقه دوم رو میگیرم، این قسمت رو نگه میدارم، سر نخ رو بیرون میکشم و یک زنجیره میزنم، نخ رو روی قلاب میندازم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. حالا توی این حلقه 6 تا پای کوتاه میبافم. قلاب رو توی این حلقه میبرم، نخ رو میگیرم، بیرون میکشم، نخ رو روی قلاب میندازم، از دو حلقه روی قلابم رد میکنم. این اولین پای کوتاه. 2 3 4 5 6. خب 6 تا پای کوتاه توی این حلقه بافتم. حالا نخ رو میکشم و حلقه رو جمع میکنم. حالا توی اولین پای کوتاهی که زدم یک بافت نامرئی میزنم. برای شمردن پای کوتاه ها این دانه های وی شکل رو باید بشمارید. 1 2 3 4 5 6. توی اولین پای کوتاهی که زدم قلاب رو میبرم، نخ رو میگیرم، بیرون میکشم و از حلقه روی قلابم رد میکنم. این از دور اول. خب دور بعدی یک زنجیره میزنم و دقیقا توی همین دانه ای که الان بافت نامرئی زدم دو تا پای کوتاه میبافم. اگه دوست داشته باشین میتونین اولین پای کوتاهی که توی هر دور میبافین رو علامت بذارین تا موقع بافت نامرئی زدن اولین دانه رو به راحتی پیدا کنی. خب دو تا پای کوتاه توی اولین دانه بافتم. دانه بعدی دو تا پای کوتاه، توی هر دانه دو تا پای کوتاه می بافم. پس توی این دور باید 12 تا پای کوتاه ببافم. دور قبلی 6 تا پای کوتاه داشتم، حالا میشه 12 تا پای کوتاه. خب من این دور رو کامل میکنم و برمیگردم. خب 12 تا پای کوتاه توی دور دوم بافتم. حالا توی اولین دانه یک بافت نامرئی میزنم. شروع دور بعدی یک زنجیره و دقیقا از همین دانه شروع می کنم، همین دانه ای که بافت نامرئی زدم. اینجا یک پای کوتاه می بافم. توی دانه بعدی دو تا پای کوتاه می زنم. دانه بعدی یک پای کوتاه. دانه بعدی دو تا پای کوتاه. به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. خب توی دور سوم باید 18 تا پای کوتاه داشته باشیم. توی اولین دانه
یک بافت نامرئی میزنم، یک زنجیره. خب توی همین دانه دوتا پای کوتاه میبافم، دوتا دانه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه، دانه بعدی دوتا پای کوتاه میبافم، دوتا دانه بعد هر کدوم یک پای کوتاه. خب پس الگوی این دور میشه توی این دانه دوتا پای کوتاه میبافم، دانه بعد یک پای کوتاه، بعدی هم یک پای کوتاه. به همین ترتیب الگو تکرار میشه. خب اینم از دور چهارم. توی این دور باید 24 تا پای کوتاه داشته باشین. توی هر دور به تعداد پای کوتاه ها 6 تا اضافه میشه. خب توی اولین دانه یک بافت نامرئی میزنم، یک زنجیره. توی اولین دانه یک پای کوتاه، دانه بعدی هم یک پای کوتاه، توی دانه بعد دو تا پای کوتاه میبافم. خب توی سه تا دانه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه، یک دو سه، دانه بعد دانه چهارم در واقع دو تا پای کوتاه میبافم، سه تا دانه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه، دو سه، دانه بعدی دو تا پای کوتاه. این الگو رو تکرار میکنم تا تقریبا به انتهای این دور برسم برمیگردم. خب تا اینجا من توی این سه تا دانه هر کدوم یک پای کوتاه بافتم، توی این دانه دو تا پای کوتاه، یک دانه اینجا انتهای این دور برام باقی مونده که توی این دانه یک پای کوتاه میبافم و با یک بافت نامرئی وصلش میکنم به اولین پای کوتاه. خب دور ششم یک زنجیره میزنم، توی اولین دانه دو تا پای کوتاه میبافم، توی چهار تا دانه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه، دانه بعد دو تا پای کوتاه، چهار تا دانه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه. به همین ترتیب الگو رو ادامه میدم. خب این هم از دور ششم. توی این دور 36 تا پای کوتاه باید داشته باشیم. توی اولین دانه یک بافت نامرئی میزنم، یک زنجیره. خب دور هفتم از همین دانه شروع میکنم. توی اولین دانه یک پای کوتاه میبافم، دانه بعدی یک پای کوتاه، دانه بعدی هم یک پای کوتاه. پس توی سه تا دانه اول هر کدوم یک پای کوتاه بافتم. حالا دانه بعدی دو تا پای کوتاه. پنج تا دانه بعدی هر کدوم یک پای کوتاه. یک دو سه چهار پنج. دانه بعدی دو تا پای کوتاه.
باز 5 تا دانه بعد هر کدوم یک پای کوتاه، یک، دو، سه، چهار، پنج دانه بعد 2 تا پای کوتاه. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم تا به انتهای این دور برسم. 2 تا دانه برام باقی میمونه، توی هر کدوم از دانه ها 1 پای کوتاه میبافم و برمیگردم. خب این هم از دور هفتم. همونطور که گفتم بعد از اینکه توی این دانه 2 تا پای کوتاه بافتم، اینجا 2 تا دانه برام باقی موند که توی هر دانه 1 پای کوتاه زدم. خب حالا توی اولین پای کوتاهی که بافتم 1 بافت نامرئی میزنم و بریم سراغ دور هشتم. 1 زنجیره، توی اولین دانه 2 تا پای کوتاه میبافم، توی 6 تا دانه بعدی هر کدوم 1 پای کوتاه، 1، 2، 3، 4، 5، 6 دانه بعدی 2 تا پای کوتاه. شش تا دانه بعدی هر کدوم 1 پای کوتاه، 1، 2، 3، 4، 5، 6 دانه بعد 2 تا پای کوتاه. این الگو رو تکرار میکنم تا انتهای این دور. خب این هم از دور هشتم. توی این دور باید 48 تا پای کوتاه داشته باشیم. خب توی اولین دانه 1 بافت نامرئی میزنم، 1 زنجیره، توی اولین دانه 1 پای کوتاه میبافم، دانه بعدی 1 پای کوتاه، بعدی 1 پای کوتاه، دانه بعد هم 1 پای کوتاه. 4 تا دانه اول هر کدوم 1 پای کوتاه. خب دانه بعدی 2 تا پای کوتاه. حالا 7 تا دانه بعدی هر کدوم 1 پای کوتاه، 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 دانه بعد 2 تا پای کوتاه. 7 تا دانه بعدی هر کدوم 1 پای کوتاه. دانه هشتم 2 تا پای کوتاه. به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. به انتهای این دور که برسم باید 3 تا دانه داشته باشم که توی هر دانه 1 پای کوتاه میبافم. دور نهم کامل بافتم. توی اولین دانه 1 بافت نامرئی میزنم و حالا میریم سراغ دور دهم. دور آخر 1 زنجیره میزنم، توی اولین دانه 2 تا پای کوتاه میبافم، توی 8 تا دانه بعدی هر کدوم 1 پای کوتاه، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 دانه بعدی 2 تا پای کوتاه. 8 تا دانه بعد هر کدوم 1 پای کوتاه و دانه بعدش یعنی دانه نهم 2 تا پای کوتاه. به همین ترتیب این الگو تا انتهای این دور تکرار میشه. خب اینم از دور آخر. توی این دور
60 تا پای کوتاه باید داشته باشیم. توی اولین دانه یک بافت نامرئی میزنم، یه مقداری نخ میذارم و قیچی میکنم. حالا این نخهای اضافی رو با سوزن لابلای دانه ها پشت کار میبرم. خب این نخ رو باید به یکی از حلقه های پشت کار گره بزنم. سوزن رو رد میکنم از یکی از حلقه ها و نخ رو گره میزنم به این صورت. حالا از لابلای این دانه های پشت کار سوزن رو رد میکنم و نخ رو محکم میکنم. حالا بریم سراغ مرحله آخر. نخ رو به یکی از دانه ها وصل می کنم. مهم نیست از کجا شروع می کنید. به این صورت. یک زنجیره می زنم. و توی دانه بعدی یک پای کوتاه می بافم. حالا 7 تا زنجیره می زنم. 2, 3, 4, 5, 6, 7. توی دومین زنجیره از سمت قلاب، این که حلقه روی قلابه، این اولین زنجیره، این دومین زنجیره، توی دومین زنجیره یک بافت نامرئی می زنم. توی زنجیره بعدی یک پای کوتاه، توی زنجیره بعد یک پای ساده نخ رو روی قلاب میندازم، قلاب رو توی زنجیره بعدی میبرم، نخ رو میگیرم بیرون میکشم، 3 تا حلقه روی قلابم دارم، نخ رو روی قلاب میندازم و از هر 3 حلقه رد میکنم. 2 تا زنجیره بعدی هر کدوم یک پای بلند، نخ رو روی قلاب میندازم، قلاب رو توی زنجیره بعدی میبرم، نخ رو میگیرم بیرون میکشم، نخ رو روی قلاب میندازم، از 2 حلقه اول رد میکنم، باز نخ رو روی قلاب میندازم و از 2 حلقه بعدی رد میکنم. خب زنجیره بعدی هم یک پای بلند و زنجیره آخر یک پای بلند دوبل، نخ رو 2 بار روی قلاب میندازم، قلاب رو توی زنجیره میبرم، نخ رو میگیرم بیرون میکشم. حالا 4 تا حلقه روی قلابم دارم. به این صورت یک پای بلند دوبل میبافم. توی همین دانه‌ای که پای کوتاه زدم یک پای بلند دوبل میزنم. به این صورت. 2 تا دانه بعدی رو جا میذارم و توی دانه سوم یک بافت نامرئی میزنم. خب یک زنجیره میبافم و توی همین دانه یک پای کوتاه میبافم و این الگو رو تکرار میکنم. 7 تا زنجیره میزنم، توی زنجیره دوم از سمت قلاب یک بافت نامرئی، زنجیره بعدی یک پای کوتاه، بعدی یک پای ساده، 2 تا زنجیره بعد هر کدوم یک پای بلند، زنجیره آخر یک پای بلند دوبل و توی همون دانه ای که پای کوتاه هم رو زدم یک پای بلند دوبل دیگه می بافم. دقیقا این الگو تکرار میشه. دوباره دیگه این الگو تکرار میشه. خب بعد از اینکه آخرین پای بلند دوبل این قسمت رو بافتم، مثل قسمت های قبلی 2 تا دانه را جا میذارم، ولی توی دانه سوم دیگه بافت نامرئی نمیزنم، مستقیم یک پای کوتاه میبافم. به این صورت.
و توی دانه بعدی یک بافت نامرئی میزنن و کارم تموم میشه. این نخ رو هم مثل قسمت قبلی پشت کارم به یکی از حلقه ها گره میزنم و لابلای دانه ها میبرم. خب این هم از آموزش امروز. بعد از تمام کردن بافت این زیر دیوانی میتونید با بخار اوتو به این قسمت ها شکل بدین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما عکس کارهای قشنگتون رو به صفحه اینستاگرامم بفرستین به آدرس قلاب‌بافی مهسا یا مهسا کروشه. لطفا این ویدیو رو به اشتراک بذارین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.